به نام و یاد خدا، سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز. خوش آمدین به برنامه زن و سلامتی. امیدوارم خوب سلامت باشین. در این برنامه زن و سلامتی دکتر محمد داود نظری، ترینر متخصص جراحی عمومی و پلاستیک را با خود داریم که پیرامون موضوع ابدومینوپلاستی امرایشان بحث و گفتگوی خود داشتیم. در نخست سلام دکتر صاحب، وقت شما بخیر، خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، همکارانتان و بیندگان محترم تلویزیون چراغ. تشکر دکتر صاحب، خوش آمدین. میشه دکتر صاحب در نخست بگوین که امی ابدومینوپلاستی یا تمی تک یا به اصطلاح عام شکم هایی که شهم دارن یا چاق هستن چی است؟ ابدومینوپلاستی یا تمی تک یک پروسیجر جراحی زیبایی است که به خاطر خرد ساختن و یا باریک ساختن شکم با دور ساختن شهم و جلد اضافی از او انجام میشه. بله، بسیار خوب، سلامت باشین. این عمل جراحی یا ابدومینوپلاستی نزد کدام خانم ها انجام میشن دکتر صاحب؟ ابدومینوپلاستی نه تنها نزد خانم ها، بلکه نزد بعضی مرد ها نیست که از شام اضافی بطن و از بطن نایفتیده و به اصطلاح ناخوشایند رنگ میبرن، نزدی از اونها هم میتونه که انجام شود. ابدومینوپلاستی یا تمی تک زیادتر پیش روی خانمایی که اونا از باعث گرفتن حمل یا به دنیا آوردن طفلای زیاد، اونا در بطنشان مشکلاتی مثل افتیدگی شکم و همو کش شدنی که در یک پرده یا صفاق عضلات جدار بدن است، از باعث استرچ یا کش شدن از این بدنها به اصطلاح همو شکل عادیشان برهم میخوره و یک شکل ناخوشایند دم میگیرن که زیادتر خانما از او رنگ میبرن و علاقه مند هستن که این ابدومینوپلاستی یا تمی تک نزدشان انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، ارتباط ابدومینوپلاستی با لیپوسکشن چی است؟ آیا این دو مورد یکی است یا فرق میکنند؟ خیر، این دو پروسیجر کاملا متفاوت هستند. بله، لیپوسکشن یا خارج ساختن شحم داخل بطن ذریعه ماشین های مخصوص است که البته او با میتود های مختلف صورت میگیره که معمول ترینی از اونا را به نام سکشن اسیستد لیپوسکشن میگن یا لیپوسکشنی که ذریعه ماشینی به نام سکشن صورت میگیره. بله، این زیادتر لیپوسکشن پیش دختر خانمای انجام میشه که اونا اندام متناسب دارن، کدام مشکلی ندارن، صرف از موجودیت شحم اضافی در بطن خود و یا یک قسمت دیگه از بدن خود مثل بازوها میتونه رانها رنگ میبرن. زیادتر پیش از اونها انجام میشه و اینا میارا و همو کریتریای خاص خود داره که جلد باید الاستیکیت خود داشته باشه، افتیده نباشه که با خارج ساختن شم دوباره جلد بالای در موقعیت اصلی خود قرار میگیره، کدام افتیدگی نمی داشته باشه و همو فیگور یا شکل نرمال عضویت برمیگرده به حالت عادیش. و ابدومینوپلاستیک است، این یک پروسیجر جراحی به اصطلاح باز است. بله، که با اجرای عملی جراحی ابدومینوپلاستی نزد یک شخص هم جلد اضافی، شحم اضافی و همچنان در صورتی که صفاق یا همو پرده که به اصطلاح عضلات می پوشانه که از باعث رحمای محمول به اصطلاح ولادت های متکرر اینا زیادتر کش شده می باشن، اینا هم نزد از یک عملی انجام میشه که دوباره همی صفاق یا پرده تقویه میشه که نمیتونه که بطن دوباره به حالت یک شکل خوبتر به خود بگیره و از همون حالت افتیدگی و بدشکلیش دوباره خلاص شود. یعنی این دو پروسیجر کاملا متفاوت است. بله، نظر به شخص و نظر به کیسای مختلف دکتر معالج خود تصمیم میگیره که پیش کدام شخص باید لیپوسکشن اجرا شود و پیش کی باید
ابدومینوپلاستی اجرا شود. بله. بسیار خوب دکتر صد، نکات خیلی مهم را اشاره کردین به عنوان که بیشتر توجه دارن به زیبایی، بدون شک دقت کردن به حرفای شما و متوجه هستن. سلامت باشین. در مورد عوارض جانبی ابدومینوپلاستی یا امی عمل جراحی میشه توضیح بدین که آیا کدام عوارض جانبی را داره یا خیر؟ ابدومینوپلاستی یا تمی تک مثل سایر عملیات هایی که در سایه جراحی اجرا میشه، بله، خالی از اختلالات و عوارض جانبی نیست. خب ای گفتم میتونم که پیش تمام اشخاص این اختلالات البته موجود نمی باشه، مگر پیش یک فیصدی معینی که البته اندک است، بسیار کم می باشه. پیش از اونا میتونه که عوارض جانبی یا اختلالات ابدومینوپلاستی موجود باشد. این اختلالات مثل که در دیگر عملیات های جراحی معمول است، انفکشن یکی از اختلالات یا عوارض جانبی ازی است که میتونه بسیار به ندرت البته پیش بعضی مریض های که ابدومینوپلاستی اجرا شده انفکشن یا منتن شدن زخم صورت بگیره. بله. اختلالات دیگه ازی میتونه که DVT میگن یا دیپ وین ترومبوز است، یا تحسس علاقات خون در رگ‌های عمیق است که این در نزد تمام مریضایی که عملیات جراحی پیشان صورت میگیره پیش از اونا میتونه تحسس کنه که از اون جمله ابدومینوپلاستی هم میتونه که توی یک عارضه در قبال داشته باشه. عوارض دیگه که نزد یک شخص میتونه موجود باشه بعد از عملیات ابدومینوپلاستی یا تمی تک او سیروما است. سیروما یا جمع شدن مایع در تحت جلد و همون ناحیه که عملیات صورت گرفته در اونجا. بله. این هم از جمله اختلالاتش می باشه. البته باید یادآور شم که عملیات ابدومینوپلاستی را ما در نزد تمام خانم‌ها انجام داده نمیتونیم. یعنی او خانمی که کاندید به ابدومینوپلاستی هست او باید ابتدا تمام معاینات لابراتوری نزدش تکمیل شود. اوی در خانمایی که مثلا فشار بلند ندارن، دیابت یا مرض شکر نزدشان موجود نیست، گرده ها یا کلیه های از اونا به شکل نرمال فعالیت میکنه، یعنی از جمله امراض سیستمی که مزمنه که میتونه در سنای بالاتر بعد از سنین 40 سالگی در نزد تمامی اشخاص موجود باشه. اگر یکی از این امراض نزد شخص موجود باشه باز ابدومینوپلاستی نزدش اجرا نمیشه. بسیار خوب. سلامت باشین دکتر صیب. دکتر صیب روی از این بحث بکنین که ابدومینوپلاستی یا عمل جراحی به خاطر لاغر شدن است یا کدام موارد دیگر هم شامل میشن؟ ابدومینوپلاستی یا تمی تک خاصتا به خاطر لاغر ساختن نزد شخص انجام نمیشه. بله. ابدومینوپلاستی نزد از او اشخاص انجام میشه که اونا قسمی که پیشتر یادآوری کردم اشخاصی که اونا خصوصا خانما زیادتر علاقه مند و یا کاندیدای این عملیات هستند. چرا؟ قسمی که عرض کردم خدمتتان که از خانمایی که زیاد حمل میگیرن شکمشان از حالت عادی خارج میشه، اونا میخواین که ای دوباره بهتر شوه و همون شکل قبلی خود بگیره یا حداقل نزدیک به شکل قبلی شوه. پیش از او خانم ها انجام میشه. آیا به خاطر لاغر شدن است؟ نه خیلی. ببخشن اگر تو شخصی که بسیار وزن زیاد داشته باشه و اونا تو فکر کنن که با ابدومینوپلاستی از وزنشان کاسته میشه، خامخواه کاسته میشه. مگر این عملیات به منظور لاغر ساختن نیست. یعنی او شخصی که میخواه نزد ابدومینوپلاستی اجرا شوه پیش از عملیات اونا اول باید تصمیم بگیرن که در زندگی عادی قبلی که داشتن، یعنی عادت ها از جمله خوردن خوردن غذاهایی که سبب چاقی میشه. بله. مثل برنج، نان خشک، کچالو، یعنی از جمله غذاهایی که نشایسته باب در اونا بیشتر است، اینا باید تصمیم بگیرن که در خوراک خود تغییرات به وجود بیاره. بله. چرا؟ اگر اینا به اون شکل ادامه بتن این عملیات یک پروسیجر کاملا بیهوده است پیش از اون انجام شوه. بله. و ما تا پیش خانمایی که وزن زیاد دارن و زیاد چاق هستن هم این عملیات ما
با مراجعه از اونا دفتا نزدی از اونا اجرا نمیشه. در قدم نخست اینا باید ورزش کنن، رژیم بگیرن، کوشش کنن که یک مقداری از شحم بدن از اینا هم به اصطلاح کم شوه یا به تحلیل بره. بعدا اینا بعد از اینکه رژیم گرفتن و یا سپورت کردن شحم بدنشون کم شد، در این حالت یک افتیدگی پیدا میشه در شکمشون و در دیگه قسمت ها. یعنی اینا آماده میشن به پروسیجر ابدومینوپلاستی. بسیار خوب. یعنی این به منظور چاقی هیچ وقت انجام نمیشه، صرف پیش همو اشخاصی که بطن کلان دارن و بطنشون هم اول باید آماده شد به عملیات، بعدا نزد از اونا عملیات صورت میگیره. بسیار خوب، سلامت باشین. دکتر صاحب، خانمایی که این عمل جراحی نزدشان اجرا میشه، یعنی ابدومینوپلاستی، در آینده مشکل نمیداشته باشن، منظور می است که میتونن حمل بگیرن یا خیر؟ بله، یکی از گپای اساسی و مهمه که یک شخص تصمیم میگیره که نزدی از او ابدومینوپلاستی یا تمیتک اجرا شوه. یکی همون مسئله که قبلا گفتم که کم ساختن وزنشان، ورزش کردن، گرفتن رژیم هست. و یک نکته اساسی و مهم دیگه که اینا اگر بخواین که همون فیگور یا شکل بدن یا اندام از اینا بعد از عملیات به مو شکل باقی ببانه، اینا باید از قبل تصمیم بگیرن که باید دیگه حمل نگیرن. با وجودی از این که نگرفتن حمل از اونا کدام مشکلی نخواد بود، صرف با گرفتن حمل همو عملیاتی که نزدشان اجرا شده همو مشکلی که موجود بوده رفع شده، ای دوباره میتونه که اگر به او اندازه نباشه کمتر یا بیشتر دوباره تحسس کنه. بنابراین در قسمت گرفتن حمل پیششان مشکلی نخواد بود، صرف اینا دوباره باز شاید ضرورت شوه که عملیات بار دوم نزدشان انجام شوه. خیلی ممنون دکتر صاحب، با شما برمیگردیم. بیننده‌های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم.